بحث جدال و خودنمایی آیا تو به یکان شخص به امر روشن و آشکار مناقشه کردی و به او حجت و دلیل قوی پیشنهاد کرده ای؟ پس آیا بعد بیان حجت به شبهه وارد شده دلیل ها را رد کرد و به حق واضح و روشن بود تسلیم نشد؟ این همان نزاع و کشمکشی دو شخصی با هم عهد داشته است و از انسان ها شخصانی هستند که حق را قبول نکرده با باطل بحث و جدال میکنند. شیخ الاسلام رحمه الله گفت آن چیزی که در نزد الله و رسولش ناپسند و زشت است در شریعت مذمت کرده شده است و مثل جهل به باطل و جهل به غیر علم و جهل در حق بعد از آن که آن بیان شده است. بحث و جدال شخصی به علم که او پیرو هوا و هوس و شیطان است او هیچ وقت به حق نمی رسد. الله سبحانه و تعالی فرمود و از مردمان کسانی هستند که در شأن الله به غیر علم و دانش بحث و جدال میکنند و هر شیطان سرکش را پیروی می نمایند. سوره حج آیت 3 آنه که زورزنی زیاد دارد حق در نزدش شکدار گشته دلیل و برهان را رد میکند و به سبب آن سزاوار عذاب الله سبحانه و تعالی میگردد. همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند نفرت آورترین شخص در نزد الله سبحانه و تعالی شخصی جنگره و فتنه انگیز یگره و گردن شخص. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. کلمه علت در این حدیث به معنای دشمن سخت است، زیرا اگر به او دلیل آورده شود به طرف دیگر می گریزد. همچنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند قومی که در هدایت هستند بعد این گمراه نمی گردند مگر آنهایی که در بحث و مناظره و مخالفت هستند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیت را تلاوت کردند که الله سبحانه و تعالی فرمود با تو این حرف را نزدند مگر برای بحث و جدال، بلکه آنها قوم خصومت کننده اند. سوره زخرف آیت 58. و مقصد از جدال این خصومت و دشمنی با باطل در قبول کردن حق یا اثبات باطل است و مثال آوردن از حق به حق دیگر که بین همدیگر ضدیت و ناسازگاری را پیدا میکند. و از انسان ها شخصانی هستند که به مقصد ریاکاری و دوام دادن دشمنی بحث و جدال میکنند که این عمل سبب داخل شدن به دوزخ میگردد. همچنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی که تعلیم علم کند تا به جاهلان بحث و جدال کرده به آنها خطاب بکند و یا در نزد علما از علمش فخر بکند و یا نظر مردم به سوی او باشد که او را بزرگ بدانند، آن شخص را الله سبحانه و تعالی در روز قیامت داخل دوزخ میگرداند. حدیث با روایت امام ابن ماجه. و آن شخصی که ریاکاری را به خاطر الله سبحانه و تعالی ترک میکند مادامی که به آن قادر است پس برای او در آخرت جنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من برای شخصی که خصومت دشمنی و قیل و قال را ترک نماید خانه در کناره های بهش را ضمانت میدهم هرچند حق با او باشد. حدیث با روایت امام ابو داود. و اما بحث جدالی که به خاطر ظاهر کردن حق و دفاع از آن و دعوت به سوی آن باشد پس آن تعریف شده است و حکمش فرض کفایه می باشد. همچنانه که الله سبحانه و تعالی فرمود به سوی راه پروردگار خود با دانش و پند نیک مردم را دعوت بکن و با آنها به طریق مناظره کن که وی نیک باشد. سوره نحل آیت 125.